به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. شاگردای عزیز و گرامی سلام، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ جور و سعدمند باشین. شاگردای عزیز، به مضمون ریاضی بسیار زیاد خوش آمدین. خب شاگردای عزیز و گرامی، ما و شما مضمون ریاضی را با همدیگه هم میخوانیم، صنف نهم، درست است؟ و فصل آخر ما و شما بود، فصل نهم احتمالات و درس چهارم درس آخر ما و شما است. کتاب ما و شما بخیر خلاص میشه دیگه، درس امروز بخوانیم و درس آخر ما و شماست خلاص میشه، درست است؟ اما آخرین عنوانی که ما و شما میخوانیم چی است؟ اصول شمارش. در کتاب ما و شما فقط اصل شمارش گفته، یک تا اصل گفته، اما دو تا اصل شمارش ما و شما داریم، یک تا اصل جمع داریم و یک تا اصل ضرب. در کتاب ما و شما اگر دقت کنید فقط اصل ضرب گفته، ما اصل جمع بر شما میگم که چی است و هر دوش را میخوانیم و کاربرد یاره در احتمالات، چون فصل آخر ما و شما احتمالات بود. یک تا مثال هم کار میکنیم و میبینیم که ما بعضی از سوالای احتمال هم میتونیم با اصول شمارش کار کنیم و جوابش را دریافت کنیم، درست است؟ خب شاگردای عزیز، قبلی که بریم سر تخته و درس شروع کنیم، قرار بود که شما کارخانگی درس‌های گذشته را به ما روان کنید از طریق واتساپ. نمبرش هم 2096470825413، درسته شاگرد عزیز؟ پس عزیزان همراه ما باشید، میریم سر تخته و درس امروز شروع میکنیم. خب شاگرد عزیز و گرامی، اصول شمارش، درست است؟ گفتیم کتاب ما و شما نوشته کده اصل شمارش، ولی ما و شما دو تا اصل باید بخونیم. اصول شمارش در اصل دو تا، ما چی داریم؟ اصل داریم، اصل جمع و اصل ضرب. پس ما نوشته میکنیم سر تخته اصول شمارش. اصول شمارش، دقت کن شاگرد عزیز، اصل جمع و اصل ضرب دو تا اصل بسیار ساده و آسان است و سوالای بسیار مشکل ما میتونیم با این دو تا اصل اگر یاد داشته باشیم میتونیم کار کنیم. خب اصل، پس اولین اصل ما و شما دقت کنید، پس ما اصول شمارش نوشته میکنم. یک چی داریم؟ اصل جمع و دو چی است؟ اصل ضرب، که کتاب ما و شما فقط اصل ضرب گفته. اما اصل جمع براتون نگم، اصل جمع پس بهش تعریف میکنیم. اصل جمع، دقت کن شاگرد عزیز، میگیم که ما اگر بتونیم یک تا کار یا فعالیت هر چی باشه فرق نمیکنه، اگر یک کار بتونیم، بعد دقت کنیم، پس ما بهش نوشته میکنیم، میگم که اگر کار چی باشد، با عنوان مثال W1 را به اگر بتوان، بهش نوشته کنیم، اگر بتوان کار W1 را، اگر بتوان کار، دقت کن شاگرد عزیز، W1 را به این طریق و کار W2 را به این طریق انجام داد، یا اینا بچه به این طریق قابل انجام باشن، حال میگیم یکی از این کارها، یکی از این کارها میتوان، بعد دقت کن شاگرد عزیز، یکی از این کارها یعنی یا کار اول یا کار دوم، کار W1 یا کار W2، یکی از کارها را صحیح میتوان به N جمع M طریق انجام داد. یکی از این کارها را میتوان به، دقت کنید، ایره گفتیم که
این طریق ور گفت نه این طریق فیست به ام جمع این طریق انجام داد. انجام داد. دقت کنید به این میگیم اصل جمع. دقت کنید اصل جمع تعریفش به این شکل است. گفتیم اگر بتوان کار W1 را به این طریق، مثلا بانان مثال، من مثال برد کار میکنم، من چی میگم؟ من میگم که ما در یک قفسه کتاب، کتابخانه خود، ما 5 کتاب ریاضی داریم. صحیح؟ 5 کتاب متفاوت ریاضی داریم. پس من میخوام یک کتاب انتخاب کنم، یک کتاب ریاضی به چند طریق میتونم انتخاب کنم؟ به 5 طریق. میتونم کتاب اول بگیرم، کتاب دوم، کتاب سوم، کتاب چهارم و کتاب پنجم. صحیح؟ و گفتیم کار W1 را به این طریق و کار W2 را به این طریق انجام داد. با عنوان مثال ما 4 کتاب فیزیک هم داریم، فیزیکای متفاوت. صحیح؟ خب حالی گفتیم یکی از این کارها را میتوان به این جمع این طریق انجام داد. پس من مثال برات کار میکنم. دقت کن شاگرد عزیز، میگیم که ما در یک قفسه کتاب در کتابخانه خود 4 کتاب چی داریم؟ 4 کتاب فیزیک داریم. صحیح؟ و 5 کتاب ریاضی داریم. حال ما میخوایم از قفسه یک تا کتاب انتخاب کنیم، فرق نمیکنه یا فیزیک باشد یا ریاضی باشد. صحیح؟ پس یکی از این کارها رو میخوایم انجام بدیم. پس طبق اصل جمع چی میشه؟ میگیم 4 جمع 5 جواب میشه چی؟ 9 طریق. من به 9 طریق میتونم یک تا کتاب انتخاب کنم. به این میگن اصل جمع. پس 4 کتاب فیزیک، 5 کتاب ریاضی، میگیم یک کتاب انتخاب میکنیم، یک کتاب را انتخاب میکنیم. بر ما و شما فرق نمیکنه هر چه باشه، انتخاب میکنیم. به چند طریق قابل انجام است؟ بگیم طبق اصل جمع، چون ما یک از کارها رو میخوایم انجام بدیم. صحیح؟ پس دقت کنید، پس میشه چی؟ 4 جمع 5 مساوی میشه با 9. پس ما و شما میتونیم به 9 طریق یک تا کتاب انتخاب کنیم. پس به این چی میگیم شاگرد عزیز؟ به این میگیم اصل جمع. اما اصل ضرب چی است؟ دقت کن شاگرد عزیز، اصل ضرب به این شکل است. ما میگیم که اگر بتوان کار W1 را به این طریق و کار W2 را به این طریق انجام داد، تا اینجا دقیقا مشابه اصل ضرب، اصل جمع است. خب میگیم حال هر دوی از این کارها با هم، در اصل جمع میگفتیم یکی از این کارها، اما دقت کن اصل ضرب میگه هر دوی این کارها را با هم دیگه باید انجام بدیم. هر دوی این کار را میتوان به ام ضرب در این طریق انجام داد، پس این میشه اصل ضرب. پس من یار پاک میکنم شاگرد عزیز و اصل ضرب نوشته میکنم. درست است؟ خب شاگرد عزیز و گرامی، اصل ضرب پس با نوشته کنیم. اصل ضرب بهش یک تعریف میکنیم، میگیم که اگر بتوان کار W1 را به این طریق و کار چی شاگرد عزیز؟ W2 را به این طریق انجام داد، انجام داد. بگیم حال هر دوی از این کارها با هم، بگیم که حال هر دو، هر دوی کار، ما بگیم که کار W1 و کار W2 با این شکل نشون میکنیم. بگیم که کار W1، کار W1 و W2 را با هم، دقت کنید، میتوان به، دقت کنید شکر عزیز، به ام ضرب در این طریق انجام داد. پس به چی میگیم شاگرد عزیز؟ به میگیم اصل ضرب. کار W1 و کار W2 و میشه چی شاگرد عزیز؟ اصل ضرب. کار W1 یا کار W2 میشه یکی از این کارها، پس اون میشه اصل جمع. دقت کنید، یا باشد میشه اصل جمع و باشد میشه اصل ضرب. کار W1 و کار W2، کار W1 و کار W2 رو با هم میتون و ام ضرب در این طریق انجام داد. بدون مثال، من مثال برات کار میکنم. فرض میکنیم ما میخوایم از شهر هرات، شاگرد عزیز، از هرات بریم به کابل. صحیح؟ خب چند راه وجود داره؟ فرض میکنیم 3 راه از هرات به کابل وجود داره. صحیح؟ یک راه هوایی وجود داره، با نام مثال، خب وجود داره دیگه نه. یک راه زمینی وجود داره، با چی میریم؟ با ملی بس میریم. صحیح؟ با میریم دیگه، با ماشین میریم، فرق نمیکنه، موتور میریم. صحیح؟ بر موتوری باشه فرق نمیکنه.
اما یک راه چی داریم؟ یک راه قطار ریلی هم داریم. بنان مثال خب بخیر جور میشه دیگه، ما فرض میکنیم وجود داره. فست پس ما از هرات به کابل سه راه وجود داره، میتونیم از سه طریق خود به کابل برسانیم. و از کابل باز میخوایم به مزار بریم، از کابل به مزار دو راه وجود داره. فست پس از هرات به کابل سه راه وجود داره، از کابل به مزار دو راه وجود داره، دو طریق میتونیم بریم. حالا میخوایم هر دوی کارا رو با هم انجام بدیم. پس کار W1 چی میشه؟ از هرات به کابل رفتن، و کار W2 از کابل به مزار رفتن. حالا از هر دو کار رو با هم دیگه میخوایم انجام بدیم شاگرد عزیز. یعنی من میخوایم از هرات برم کابل، باز برم مزار، به چند طریق کار قابل انجام است؟ خب نوشتن میکنیم کار W1، اینو میگیریم W1 و اینو میگیریم W2. خب این ما و شما چند میشه؟ سه طریق، چون سه راه وجود دارد. و ام ما و شما چند میشه؟ دو طریق، چون دو راه وجود دارد. طبق اصل ضرب این هر دو رو با هم دیگه بخوایم انجام بدیم میشه 3 ضرب در 2 مساوی است با 6 طریق. پس طبق اصل ضرب پس میشه 3 ضرب در 2 مساوی است با 6 طریق. پس ما به 6 طریق، به 6 راه مختلف من میتونم از هرات به مزار برسم، به شرطی که در کابلم برم. فهمید؟ پس یه دو کار رو باید با هم دیگه انجام بدیم. از مهرات میرم کابل، از کابل میرم مزار. به چند طریق میشه کار انجام داد؟ به 6 طریق. فهمید؟ پس طبق اصل ضرب. فهمیدی چه رقم شد دیگه نه؟ یا به نام مثال یک تا مثال دیگه کار میکنیم. به نام مثال میگیم احمد یک شاگرد مکتب است. 3 پتلون دارد، 2 یخنقاق دارد. فهمید؟ خب شاگرد عزیز، علی میگیم که احمد که در مکتب میره به چند تیپ یا شیپ متفاوت میتونه بره؟ سایست. پس هر پتلون با یخنقاق متفاوت میتونه بپوشه دیگه نه؟ پس 3 ضرب در 2 میسازیم میشه چند؟ 3 ضرب در 2 میشه 6 طریق. پس به 6 شیپ متفاوت میتونه در صنف حاضر شوه. سایست. پس این هم میتونه چی؟ از اصل ضرب کمک میگیریم. پس این یک مثال است، یک مثال دیگه براتون گفتم. پس اصل ضرب فهمیدیم که چی است، درست شاگرد عزیز؟ خب حال شاگرد عزیز و گرامی، اصل ضرب و اصل جمع، مخصوصا اصل ضرب، در احتمالات کاربرد بسیار زیادی دارد. خب من تختر پاک میکنم، یک تا مثال کار میکنم از احتمالات که بتونیم با اصل ضرب بوره کار کنه، درست است شاگرد عزیز؟ پس تختر ما پاک میکنم، همراه ما باشید. خب شاگرد عزیز و گرامی، یک مثال کار میکنیم در احتمالات از اصل ضرب کمک میگیریم، درست است؟ به عنوان مثال دقت کنید. پس مثال به ما و شما گفته که دقت کنید، با رقم های، با ارقام چند شاگرد عزیز؟ به عنوان مثال 2 5 6 3 و 1 2 3 4، یک تا دیگه هم بگیم، و به عنوان مثال 0. صحیح؟ 1 2 3 4، 5 تا رقم داریم. صحیح؟ خب شاگرد عزیز به ما گفته با رقم های یا با ارقام 2 5 6 3 و 0 چند عدد، دقت کنید، چند عدد سه رقمی میتوان نوشت؟ سه رقمی میتوان نوشت یا جور کرد. صحیح؟ پس به ما و شما گفته که با ارقام 2 5 6 3 و 0 چند عدد سه رقمی میتوان نوشت. اینو من چه رقم کار کنم؟ خب من اگر بیم شمار کنم، با عنوان مثال عدد سه رقمی جور کنم، 250 یک عدد سه رقمی است، این شد یک تا. صحیح؟ 256، 253، 255، 252 و اعداد خیلی زیاد وجود داره. من اگر نوشته کنم از پیش من غلط میشه، گد میشه، من نمیتونم شمار کنم یاره. صحیح؟ پس من اگر به این شکل نوشته کنم تعدادش زیاد میشه. پس من چی میکنم شکر عزیز؟ من میگم با اصل ضرب کار میکنم، بیره با اصل ضرب کار میکنم. به این شکل میگم که شکر عزیز، عدد سه رقمی سه تا رقم داره. صحیح؟ پس من میگم سه خانه برازی میکشم، یک خانه، دو خانه، سه خانه. خانه اول چی است؟ برای چی است؟ برای رقم صدگان. صحیح؟ یا صدن از است، دهن، صدن، ازارن میفهمید دیگه. عدد سه رقمی و وقت نوشتن میکنیم به عنوان مثال 250، به صفر میگیم چی؟ یکان یا یکن، به پنج میگیم دهگان یا دهن، و به میگیم صدگان یا صدن. صحیح؟ پس ما برای صدگان چی است؟ خانه اول کشیدیم، برای دهگان خانه دوم، و برای یکان هم خانه سوم کشیدیم. خب حالا ما باید یارو پر بسازم با این اعدادی که داریم، جایگذاری کنیم، نه قیمت گذاری کنیم. خب دهی چند حالت وجود دارد؟ پس دقت کن شاگردای عزیز، این چی است؟ بان ما سرقم سه است دیگه. پس ما اینو میگیم کار W1، اینو میگیم کار W2، و اینو میگیم کار W3. پس سه کار ما میخوام انجام بدیم، و این هر سه با هم دیگه چی میشه؟ میشه عدد سرقمی. پس طبق اصل ضرب تعداد حالاتش نوشته میکنیم، در هم ضرب میکنیم. خب کار W1
ما این را بخوایم خانه جای قیمت گذاری پر کنیم چند حالت میشه؟ 1, 2, 3, 4, 5 حالت میتونیم بنویم. صحیح؟ نه خیر، ما صفر نمیتونیم، چون اگر صفر باشه 0.52 به عنوان مثال یک عدد سه رقمی نیست، یک عدد دو رقمی میشه. پس در خانه اول ما و شما فقط 4 حالت میتونیم این را چی قیمت گذاری کنیم. پس چند حالت دارد؟ خانه اول ما و شما 4 تا میشه. صحیح؟ اما در خانه دوم چند عدد میتونیم قیمت گذاری کنیم؟ 5 میتونه باشه، فرق نمیکنه چون عدد سه رقمی میشه. پس در چی میشه شکر عزیز؟ 5 حالت. و در خانه سوم در یکانم 5 حالت میتونه هر عدد باشه، فرق از 5 میتونه قرار بگیره. صحیح؟ پس میشه چند شکر عزیز؟ این را باید چون باید با هم ضرب کنیم، طبق اصل ضرب است، یار سه با هم دیگه چی میشه شاگرد عزیز؟ با هم دیگه یک عدد سه رقمی میشه. ضرب بسازید، 4 5 میشه 20، 20 5 میشه 100. صحیح؟ پس جواب ما و شما چند میشه؟ 100 عدد سه رقمی ما با از یار سه با از یار 5 رقم میتونیم دریافت کنیم. دقت کنید، چرا این 4 ماندن؟ چون رقم صدن یا صدگان ما و شما نمیتونه صفر باشه، چون اگر صفر باشه عدد دو رقمی میشه، سه رقمی نمیشه. اما دیگه میتونه 5 باشه، 5 میتونه قرار بگیره. صحیح؟ پس ما و شما شاگرد عزیز 100 چی؟ 100 عدد سه رقمی با یا میتونیم جور کنیم. درست است؟ خب اما دقت کنید، سوال بعدی گفته که اگر یک عدد سه رقمی انتخاب کنیم به طور تصادفی، به طور تصادفی انتخاب کنیم، چقدر احتمال دارد که عدد ما و شما چی باشد؟ جفت باشد. چقدر احتمال دارد که چی باشد؟ که جفت باشد. پس دقت کنید، حالی ما این رو چی میکنیم؟ با احتمال، سوال احتمال با ما و شما داده گفت چقدر احتمال دارد که عدد جفت باشد. خب پس دقت کن شاگرد عزیز، تمام فضای نمونه ما و شما همین 100 تا عدد است دیگه. چند تا عنصر دارد؟ 100 تا. حالا ما نوشته نکردیم، فقط تعداد عنصرش داریم. پس دقت کن شاگرد عزیز و گرامی، ان اف ما و شما چند میشه؟ ان اف ما و شما شد 100، همین تمام اعداد سه رقمی که ما تونستیم جور کنیم. حال پیش آمده ما و شما گفته عدد جفت باشد، درست است؟ پس ایر من نوشته میکنم عدد جفت باشد، عدد جفت باشد. خب حالا ان ای چند عدد جفت میتونم جور کنم؟ من باز اگر بیام نوشته کنم زیاد میشه، ولی از اصل ضرب کمک میگیرم. باز دوباره شاگرد عزیز دقت کنید، من سه خانه چه برش میکشم؟ صحیح؟ در خانه اول گفتم چند رقم میتونیم بانیم؟ 4 رقم. صحیح؟ خب ولی در این ما میایم اول از یکان شروع میکنیم، چون عدد جفت عددی است شاگرد عزیز که یکان از چی باشد؟ جفت باشد. به عنوان مثال 236 یک عدد جفت است، میگیم بله، چون 6 در آخر جفت است، پس 236 یک عدد جفت است. 530 یک عدد جفت است، میگیم بله، چون یکان آخرش صفر است، صفر یک عدد جفت است. پس دقت کن شاگرد، پس ما اول از این شروع میکنیم. در این خانه چند عدد میتونیم بانیم؟ چون عدد میخوایم جفت باشه، فقط 2 رو میتونیم بانیم، 6 میتونیم و 0 میتونیم. پس سه حالت دایی داریم. پس دایی چی میشه؟ 0 میمونیم. سه حالت نوشتن میکنیم، چون عدد باید جفت شود. صحیح؟ خب اما دایی یادیگه باز دیگه شو آسان است. خب رقم اول چند؟ 4، چون گفتیم 0 0 قرار داده نمیتونیم. پس 4 رقم وجود دارد در خانه اول، و در خانه دوم 5 رقم. هر 5 میتونه باشه، مشکلی نداره. خب ضرب بسازید، 4 5 20، 20 3 60. صحیح؟ پس چی میشه؟ 60 تا عدد داریم که چی است؟ جفت است. حال احتمالش از ما شما خواسته، پس میشه چی؟ پس پی ای طبق فرمول میشد چی؟ این 60 شد دیگه نه؟ پس میشد ان ای تقسیم بر ان اس. خب ان ای ما شما چند شد شاگرد عزیز؟ ان ای ما شما شد 60، پس 60 بر ان اس ما شما چند تا شده بود؟ 100 تا شده بود. کل عدد سه رقمی میتونیم جور کنیم. صحیح؟ پس 60 بر 100. پس جوابش اگر اختصار کنیم میشه 6 بر 10. صحیح؟ یا چند؟ 3 بر 5. اگر ما اختصار کنیم میشه 3 بر 5. پس احتمالی که عددی که ما انتخاب میکنیم چقدر جفت باشد؟ 6 بر 10 یا 3 بر 5 یا 60 بر 100 که اختصار کنیم عموم میشه. پس شاگرد عزیز دیدیم که ما از اصل ضرب میتونیم کمک بگیریم و سوالا احتمالا با هم دیگه کار کنیم. درست است شاگرد عزیز؟ پس هم از درس آخر کتاب ما و شما اصول شمارش خواندیم، که گفتیم اصل ضرب و اصل جمع هر دوش رو خواندیم و یک مثال در احتمالات هم کار کردیم. درست است شاگرد عزیز؟ خب شاگرده عزیز و گرامی، پس اصول شمارش خواندیم.
اصل جمع و اصل ضرب. اما کارخانگی، کارخانگی چی است؟ تمرین های صفحه 232 کتاب کار کنید و با ما روان کنید از طریق واتساپ. نمبرش هم 2-0-964-780-255-40-13. درست شاگرد عزیز؟ خب شاگرد عزیز و گرامی، پایان فصل نهم و کتاب ما و شما خلاص شد. درس آخر ما و شما بود. درست است؟ بخیر باز ما رو دنبال کنید. ما بخیر صنف 10، 11 و 12 هم کار میکنیم. درست است؟ برای شما برنامه جور میکنیم و نگاه کنید و سعی کنید و درس‌ها را یاد بگیرید. درست است شاگرد عزیز؟ خب شاگرد عزیز و گرامی، مانده نباشین، بخیر باشین، وقت خوش. شما را به الله پاک و مهربان می سپارم.